پس از محاصره شهر غزه و تقسیم منطقه به شمال و جنوب، ارتش اسرائیل در تلاش برای تصرف مراکز فرماندهی و کنترل حماس و همینطور بیرون راندن اعضای این گروه از مخفیگاهاشون که در حومه شهرن. به نظر میرسه مراکز درمانی که به گفته تل آویو نیروهای حماس در زیر اونها پنهان شده باشن یکی از اهداف حملات زمینی باشه. امروز اسرائیلی ها برای یادبود قربانیان حمله 7 اکتبر حماس ساعت 11 به وقت محلی 1 دقیقه سکوت کردن. روزنامه جرزالم پست گزارش داده که هنگام برگزاری این مراسم حماس به سمت اسرائیل چند راکت پرتاب کرده. مجددن امروز هم ارتش اسرائیل مجوز خروج غیر نظامیان ساکن شمال غزه را از جاده صلاح الدین صادر کرده و ویدیوهایی از عبور شهروندان از این جاده منتشر شده. در شمال لبنان همچنان تنش وجود داره. امروز هم ارتش اسرائیل از ساکنان نزدیک لبنان خواسته در مجاورت پناهگاه‌ها بمونن، اما از سوی دیگه نموداری که مجله اکونومیست با استفاده از بررسی علائم آتش مربوط به جنگ منتشر کرده، حاکی از اینه که جنگ در منطقه شمال پس از یک اوج نسبی در روزهای اخیر محدود مونده و نسبت به قبل کمتر شده، آنچه از سخنرانی شیخ حسن نصرالله هم میشد استنباط کرد. یک سخنگوی پنتاگون هم اعلام کرده از زمان آغاز موج حملات در 25 مهر ماه پایگاه‌های آمریکا در عراق و سوریه 38 بار هدف قرار گرفتند که دست کم 45 پرسنل آمریکایی در اثر این حملات مجروح شدند. بنابر گزارش‌ها دیشب هم به پایگاه‌های آمریکا در سوریه و عراق حمله شده. ایالات متحده میگه احتمالاً ایران پشت این حملات. رسانه‌های آمریکایی همچنین خبر دادن که ایالات متحده در حال برنامه‌ریزی برای انتقال بمب‌های هدایت شونده دقیق نوع اسپایس به اسرائیل به ارزش 320 میلیون دلار. این تسلیحات نوعی کیت بمب دقیقن که میتونن بمب‌های هدایت نشده رو به مهمات هدایت شونده با جی پی اس تبدیل کنن. مهمترین ویژگی‌های این بمب‌ها برخورد دقیق به هدف و به همین دلیل کاهش آسیب‌های جانبی از جمله کاهش کشته شدن غیر نظامیانه. نیروهای اسرائیلی هم چنان در حال پیشروی در غزن و بنابر گزارش ها در حال نزدیک شدن به بیمارستان اصلی شفا هستند، بیمارستانی که اسرائیل ادعا کرده در بالای مرکز فرماندهی حماس واقع شده. پیشروی اسرائیل و اخبار مربوط به انهدام و قبض سنگرهای حماس هر روز در گزارش‌های ارتش اسرائیل شنیده میشه، اما برخی از کارشناسان معتقدن اسرائیل وقت اندکی برای شکست حماس داره، چرا که فشار افکار عمومی و دولت‌ها برای اعلام آتش بس بیشتر شده.